ببینم تو واسه چی یهو زربی بلند شدی؟ من گفتم که شب زودتر بخوابیم صبح زودتر بریم پیش خانیان صاحب زمین شیم. همش الکی بود. چی الکی بود؟ همین صحبت‌های سرحدی راجع به خانیان زمین. می‌خواستن ماها رو دک کنن. جون من؟ بله. الانم سرحدی راحت نشسته داره شیتیلیشو از اشترخانی میگیره. من میگم این نرگدا واسه چی دست گل و زولبیا گرفته بود آورده بود؟ خب برگردیم تو. برگردیم آخه چی بگیم بی مغز؟ تازه اگرم برگردیم بازم دکمون میکنن. بریم. همه چی مالید. اینا رو کی پنچر کرده؟ ای بر پدرشون لعنت. بر پدرش کی؟ اشترخانی. یک حالی ازت بگیرم. صبر کن من یه فکر دیگه ای دارم. برو جک و زاپاس تو ورده بیار. خود خانیان گفت زمینی تو دادی به من. من چه کارم؟ اگر خودش گفته برو از خودش بگیر. آخه عزیز من تو باید بیایی رضایت بدی که زمینی تو بدم به من. این یکی رو شرمندتم. شرمنده؟ سرحدی تو داری به من شوخی میکنی؟ نه جدی میگم. من خودم رو قاطی این بازی نمیکنم. پس بگو این جونورایی که مهمونت بودن کار خودشونو کردن. لا اله الا الله. چقدر؟ بگو چقدر؟ چی چقدر؟ هر چقدر بهت دادن من دو برابرش میدم. اشترخانی ثواب روزت رو با تهمت و افترا زدن به مردم اینقدر راحت نفروش. تو که ثواب حالیته بگو. چرا زمینی که نمیخوای نمیگیری بده به یه بیپنا؟ تو که مسلمونی چرا نمیفهمی زن پا به ماهی من نباید در به در بشه؟ تو که انسانیت سرت میشه که نمیشه چرا نمیفهمی بابا من فلک زده این زمینو واسه خودم نمیخوام، واسه بچه های خودم میخوام. اشترخانی چرا اعصاب خودتو خرد میکنی؟ ببین من یه چیزی بهت میگم سربسته، فقط باید قول بدی بین خودمون بمونی. میمونه. بگو. ببینم هنوز نرفته؟ چجوری بره؟ آفرین غلامی، همیشه گفتم تو یه باقی مانده استثنایی هستی. به جمین تو نیومده چرخه رو جا بندازی. تو فکر میکنی آقای خانیان واسه چی میخواد زمین از طریق من به تو منتقل بشه؟ لابد واسه این که منتش کردن تو باشه. احسنت. پس میخواد گروکشی کنه. گروکشی نه، در واقع میخواد یه جوری بده بستون کنه. حالا من باید چیکار کنم؟ باید صبر کنیم تا آقای رئیس برگرده. صبور باش. آقای رئیس تا دو هفته دیگه برمیگرده. موقعی که برگشت من رضایت کتبی میدم که زمین رو بدم به تو. داره میاد. آخه نرفتین انو؟ نه بابا، باد جفت چرخه ماشین خالی کرده بود، طول کشید بریم آپاراتی و برگردیم. بچن دیگه، تازگی ها تفریشون شده خالی کردن باد ماشین های همسایه ها. نزدیکه؟ چی؟ آپاراتی؟ ها، از اون نظر؟ جفتش هم خالی کردم. بچن دیگه اشتر جان، تفریح و سرگرمیشون شده خالی کردن باد چرخ ماشینای مردم. امیر بپر جکتو بیار، چرخاشو باز کنیم تا آپارتیا نبستن. زحمت میشه یوهو. اختیار داری اشتر جان،
ما رفیق پنچرمون رو ول نمی‌کنیم تو خیابون، اونم نصف شب. خب بس بازش کنید دیگه. هم امیری چقدر راهمون دور شد، یعنی آپاراتی نزدیکتر نبود؟ همشون بستن، ما خودمون نیم ساعت همه جا رو گشت. چی رو بستن؟ هر ساعت 11 نشده. این ساعت فقط آپاراتی های لب جاده باز هستن. امیری همینجاست، بپیچ. چی رو بپیچ؟ نه امیری جون نپیچ بابا، اینجا بیابونه. صبور باشید میرسی. بچه‌ها امیر جون جلوتر نرو، اینجا خطرناکه، من اینجا رو خوب میشناسم بابا، اینجا دوز فراوونه، میگیرن لختمو میکنن ها. جونم چی میکنی؟ ول کنی دارم بیمزرا، ول کن. من از این بیمزبازی خوشم نمیاد بابا. شوخی نیست، این یه آدم روایی جدیده. تو زر نزن، گوش کن، حرف نزنی پنچرت میکنم. نکن، خیلی خوب میگم. چیو؟ یلا بگو چیو؟ باید چیو بگه؟ از من میپرسی؟ خاک تو سرتون، اول برید ببینید چیو میخواین اعتراف بگیرین، بعد آدم روبایی کنین. میخواین هنوز تصمیم نگرفتین؟ باشه واسه فردا شب، خداحافظ شما. واسه اینجا ببینید تصمیممونو گرفتیم، فقط یکم دلمون واسه میسوزه. مگه میخوای چی کار کنی؟ قتل؟ من آدم که رفیقشو نمیکشه. ساکت باش. باش امیری، مراقبش باش، فرار نکنه. ما بریم یه چاله چوله‌ای واسه جنازش پیدا کنیم. نه تو رو خدا، من رفیقتونم. ببین واسه اینکه این مغول بیاد باید بترسه، الان قضیه رو جدی نگرفته، میدونه که خالی بندیه. خب چیکار کنیم بترسه؟ من میگم بریم پایین که فکر کنه که دنبال یه چاله چوله چیزی میگرد. بیا این آچه رو برده. خوب داری ما رو گول میزنی؟ میخوایی ما رو گول میزنی؟ نه گفتم صحبت نکن، زبونه تو بکن تو، زبونه بکن تو، زبونه بکن، زبونه بکن تو، بشتار زبونه تو، بشتار بشتار. خب خب پاشو دو طبقه بساز. باشه میام، اشکال نداره. بشتار بسنم بسنم، من آشتار رو گشتم خانمی، دو طبقه ویلایی فشار میداد. من آشتار رو گشت بسنم بسنم، نگفتم باسه چی کشتیش؟ نه میخواستم بگم چجوری کشتی؟ آشتار زنده شد، آشتار زنده شد، ببین نکشتم که. رفتی؟ من به تو چی بگم؟ سلام، ببر بالا بالا بر را. آقا هر روز با ماشین های مختلف تشریف میارن،
خوب میچاپین این اداره رو. دارندگی و برازندگی مشکلی داری؟ نه، ولی ماشین خودت کجاست؟ با یه جیلیکس صفر عوضش کردم. یعنی افتادی تو کار خرید فروش؟ تفنن. ببینم تو هنوز ماشین نخریدی؟ نه بابا، آخه پولم کجا بود؟ البیارزه، خب قسطی بخر، بیا تو تا بهت بگم. باش آقا، اینو بزن بره بالا. آقایون خواهش می‌کنم، آقایون اجازه بفرمایید که اینجا اداره است. چرا انقدر شلوغش کرد عزیز من؟ چی شد عزیز من؟ هیچ آقای محترم، هیچی نشده. چی شد؟ دو ساعته که حضرات ما اونجا کاشتن هنوز هم نیومدن. ساعت 10:30. خب این حضرات کارشون همینه. یعنی چه همینه؟ آخه مردم رو همینه کردن، یعنی اینا شعورشون نمیرسه؟ خب حتما شعور ندارن که تا این ساعت نیومدن مشکلات شما رو حل نکردن دیگه. ببینم نوکرتم این اداره صاحب نداره؟ این هر موقع دلشون میخواد میان، هر موقع دلشون میخواد میرن. اینجا چه خبر آخه؟ دو ساعت ما رو الان کرده. عزیز من، این اداره صاحب داره، خوبشم داره، جناب آقای معاونت آقای خانیان معاون اداره است. شما همین الان تشریف ببرید بهش بگید آقا این سه تا کارمنداتون نیومدن، بس کی مشکلات ما رو حل میکنه؟ بفرمایید. این میاد پدرش رو در میاره. آقای محترم، داداش گل من گیرم پدرشونو در آورد. مشکل من حل میشه، مشکل ما حل میشه. چه داری؟ من شاکر شما هستم، مشکلتون رو من حل میکنم. منتها اون آقای معاونت خانیان باید دستور به من بده، من مشکلات شما رو حل میکنم. مطمئن باشید. بفرمایید. خدا پدرتو بیامرزه، خودت کار ما رو حل کن. نوکرت داری زرنگی میکنی دیگه، من که نمیتونم جای اونا امضا کنم. باید معاونت به من دستور بده بگم چش. بفرمایید. میشه چی بگیم آخه؟ برید بگید آقای امیری و آقای مشتاق و آقای غلامی از کارمندای شما نیومدن، مردم اونجا پر از همین سرزداشون در اومده. یه آقایی هست به نام اشترخانی. مخلص شما هستم. منم از من ازشون خواهش کردیم که این آقای اشترخانی مشکل ما رو حل بکنن. از جان دلم قبول کرده، ولی گفته چی؟ آقای خانیان معاونت باید اجازه بدن امضا بدن، چشم حل میکنن. من در خدمتتون هستم. دمت گرم آقای اشترخانی. کاش که بقیه هم مثل شما بودن، به درد مردم می‌رسیدن. متشکرم. کجا هستید آقای معاون؟ آقای معاون تشریف بیارید. تشریف بیارید. انتهای همین راه رو. بله. اسم من چی بود؟ آقای اشترخانی. غلام شما اشترخانی. بفرمایید. اون سه تا آقایون، آقای امیری و غلامی و مشتاق. سلام آقای اشترخانی. پرونده ما لنگ دستور شماست. پرونده تو چیه؟ قصابی بلوار رو میگم. آره. ببینم الان گوش کیلو چنده؟ ناقابل. 4-5 شمن. فعلا که یه 30-40 پرونده قبل از تو هست. برو یکی دو هفته دیگه یه سری به ما بزن. برو. یه سردست گوساله پشت ماشین گذاشتم. اونو چی کار کنم؟ اونو تو پری بیاری، منم پرونده تو امضا میکنم بهت میدم. میری دیگه. دارمت. برو. یک بابای ازت در بیارم اشتر، خودت کیف کنی. دزد بیشرف. صاف میریم پیش خانیان، ماجرای دیشب و زد و بندش رو با سرحدی رو میکنیم تا زمینا رو از جفتشون بگیره. گزنگی رمزدام مدرهای. امیری با ماشین تو اومده. الله. حتی اگر رو به گردانی از من، هرگز نگیرم زدامت رهایی. دست در نکنه، زحمت کشیدی. خواهش میکنم، قابل شما نداره. قشنگه نه؟ چشات قشنگ میبینه بابا. منطقه اگه بتونم یه 4 رینگ اسپورت بندازم روش، میشه عروسک. بابا از ما دیگه این صحبت ها گذشته، این کارا مال جوون ها. نه جون من، اگه یه 100 روش خرج کنم و وقت میتونم دو برابر بفروشمش. میفروشیش؟ آره. خریداری؟ من میخوامش. چند؟ اگه نقد بخری 1 تومن. سندم داره یا نه؟ بله. کو؟ دست صاحب قبلیشه.
هنوز محضر نرفتیم. منتها قلنومشو دارم. میتونم ببینمش؟ بله. بفرمایید. آقای امیری اینم قلنامش. درسته درسته. خریدار آقای حجت عباسی، فروشنده اشترخانی، نصرت اشترخانی. این مهمه. ثمن مورد معامله یک دستگاه ولکس استیشن به مبلغ 500,000 تومان، نحوه پرداخت از دمقسط ماهی 30,000 تومان. ارزونتر نمیفروشی؟ نه بابا، کلی خرجش کردم. بده من این کاغذ پاره رو. به مردک برای چی پاره کردی؟ کردم که کردم. خب آیا یهانوز میکشم؟ بفرمایید. سلام. بفرمایید. آقای خانیان گفته حله. چی رو حله؟ آقای خانیان چی گفتن؟ بابا گفتیم اینا نیومدن، کارمون مونده. ده نشد. کیا نیومدن؟ گفتید کیا نیومدن؟ بله گفتیم، آقایون امیری و غلامی و مشتاق نیومدن. خب آقای معاون چی گفتن؟ هیچ آقا، خیلی عصبانی شد. همین؟ معلوم بود تو دلش هم خیلی بهشون فحش میداد. نه ببین، این فایده نداره. من میخوام بفهمم آقای معاون بعد از حرفای شما چی گفتن. گفتید آقای اشترخانی میخواد کارهای اونا رو انجام بده؟ بله گفتیم. خب راجع به من چی گفتن؟ شما قول میدید اگه ما بگیم کارو نزید را بندازید؟ آره قول میدم. گفت هر الاغی که میخواد انجام بده انجام بده. من پدر اون ستارم در میارم. بیرون. چی؟ بیرون. بفرمایید بیرون. شما قول دادید. آقا بیرون. آقا قول شرف بدید شما. پیش اون سه تا علاقه که دارن میان بالا. آقا بیرون. ببخشید آقای خانیان. بفرم. آقای مشتاق، آقای امیری و آقای غلامی اومدن، خواستن شما رو ببینن. اتفاقا منم باشون کار دارم. بهشون بگیم بیان تو. حتما. آقای بفرم. سلام. به به. سلام آقایون. سلام. رسیدم بخیر. این چه وقت سر کار اومدنه؟ ساعت چنده؟ اجازه بده جناب خانیان. توضیح میدیم خدمتتون. توضیح رو بریم به ارباب رجوع بدین که اداره رو گذاشته رو سرش. آقا جناب خانیان، یه مطلب خیلی مهمیه که باید خدمتتون عرض کنم. هیچ مطلبی مهمتر از ارباب رجوع تو این اداره نیست. من نمیفهمم چند بار باید بگم این حرف رو. شما درست میگید. ولی یه لحظه التفات بفرمایید، مطلب خیلی مهمه. چه مطلبی؟ زند و بند. بند و زند. زد و بند. کی با کی؟ آقای اشترخانی یه پولی، باجی داده به آقای سرحدی که زمین رو ازش بگیره. چیه مدرکتون؟ ماشین من. ماشین شما؟ بله، اشترخانی ماشین منو سرخود فروخته به قادری نگهبان اداره. پرسیدم مدرک داری؟ تو دعوا پارش کردم. دعوا؟ همین الان پایین تو حیات اداره کلی کارمند شاهد بودن. موقعی که اشترخانی و سرحدی با هم زد و بند میکردن شماها کجا بودین؟ ما توی کوچهشون بودیم، اونا تو خونهشون. شما اونجا چیکار میکردین؟ پنچرین میگرفتیم. بله. خجالت نمیکشین؟ چون پنچر کردین؟ نه از اینکه دروغ میگید، بهتان میزنید، غیبت میکنید. چه غیبتی قربان؟ مرد حسابی، به جای ساعت 7:30 ساعت 11 اومدی اداره، این غیبت نیست؟ او از این نظر چرا؟ خوبه. این بدبختی که شماها دارین پشت سرش مزخرف میگین، از صبح تا حالا داره جای شما سه نفر کار میکنه.
همین اشترخانی مظلوم بیچاره، همین آدم ساده خجالت نمی کشید؟ جناب آقای خانیان شما بفرمایید برید. اگر یک کلمه دیگه، فقط یک کلمه دیگه صحبت بکنید، همه تونو میفرستن به دادگاه تخلفات اداری. بفرمایید. میخوام. من از مسکن APL با شما تماس میگیرم. یه مورد اجاره براتون پیدا کردم که واقعا اوکازیونه. میشه با خانم نصرت خانم صحبت کنم؟ باز خودت لوس کردی مرتی که گنده؟ چیکار داری آقا؟ اگه زن بود تو خونه خودت بود. اجازه من بیکفایت. نصرت؟ نصرت خانم. بله. تلفن. کی آقا جون؟ شوهر نامرد نالایق نااهل ناجنسه. جناب آقای خانی، من میدونم شما الان عصبانی هستید. شما نباید در عصبانیتتون تصمیم بگیرید. این اصلا درست نیست. خب اینا آدم های بدبختن، بیچارن، چیکار کنم؟ من از شما خواهش میکنم اینا رو ببخشین، اینا برن سر کارشون. آدم های بدبختی هستن، اینا به هر حال زن و بچه دارن. لطف کنید اجازه بدید برگردن سر کارشون. بله غلط کردن؟ واقعا که بیشورن. آقا اینا به سن سال اینا نگاه نکنید، اینا تو همون 14-15 سالگی موندن همینجوری. بله خب نفهمیدن. خب من از شما خواهش میکنم لطف کنید ببخشید اینا رو، اجازه بدید برن سر کارشون، من تضمینشون میکنم. شما واقعا لطف دارید، مرد بزرگواری هستید. بله الان تو اتاقشونن دارن کار میکنن. من پیشنهاد میکنم که شما الان تشریف ببرید اتاقشون. امیری؟ نه بابا، ایشونم پشیمون شدن. بله سویچ ماشینو بهشون دادم که برن چهارچرخ ماشین رو ببندن، بعد بیارن، بعد شما ببخشینش. بله، الان رفتن، رفتن که ماشین رو بیارن. بله. چی داری میگی تو یه ساعت اشترخانی؟ چاکره حاج خانم، خودمونم هستیم. چی داری میگی تو یه ساعت اشترخانی؟ کل دار و نداره تو این دنیا دو مسخال عقلت بود که اونم دادی اجاره. مگه چند تا خط تلفن دارین تو این ادارتون؟ بچه ها خوبن، تو راهی هم خوبه. بیاد که چی؟ مثل من و اون دوتای دیگه آواره بشه؟ ببینم تو چرا احوالی از ما نمیپرسی؟ بابا ما که بدبخت عشق تویم و بچه هات. هرکی از تای دل با خبر نداشته باشه، تو که داری نصرت. میدونی اگه بابات ما رو ممنوع ورود به اون خونه نمی کرد، منم بر دل شما بودم. بازم به معرفت دل من که از خودم با صفا تره، خودم دورم ولی این صاب مرده پیش شماست. نصرت به جون خودت، میدونم که میدونی وقتی جون تو رو قسم میخورم زبونم لاله واسه دروغ گفتن. اگه کار میکنم، اگه تو ماشین میخوابم، اگه گشنه سر به بالین میذارم، اگه نمیمیرم، همش به خاطر توه نصرت. دور از جونت، زبون تو گاز بگیر. ببینم حالا به سحری و افطاریت میرسی یا نه. الهی بمیرم فدای سرت. لااقل لباساتو بفرست بشورم برم. زمین چی شد بالاخره؟ ندار راحت. بعدای سرت دارم میگردم دنبال یه خونه اجاره. تو خودم نری گرونشو پیدا کنی ها.
اسفندیار مادر، درست نشد؟ نمیدونم، اجازه بدین. پروان جان درست نشد؟ استارت بزن. چشم. یه بار دیگه، یکی دیگه، گاز بده، خاموش کن، خاموش. اسفندیار جان، به خاله بگو یه دیسک کره‌ای و یه دست لنت جلو از چراغ برق بگیره تا واسش عوضش کنم. لرزش جلوش هم به سیبکاش هیچ ربطی نداره، دیسکش یه نم تاب داره، این جلو بندیش کلافه است، موتورش نمیدونم چرا سه کار میکنه. یاد نره بگی به خاله ها. بله بله. سلام خاله. سلام. درست شو؟ بله. چش بود؟ چیز خاله، این سیبیلکاشو باز کردیم گذاشتیم جای لنتای کره‌ایش، بعد چیز این جلوبندیش کلافه است. خب از جلو یه دونه تیر برق وقتی رد میشین حتما جلوبندی بگیرین که بذاریم تو موتورش. بعد دادم پروانم شستش دیگه، الان قشنگ قابل استفاده است. آها، در واکو من برم. چشم. والا چجوری بگم، راستش دلیل اومدن من به اینجا این بود که هم از شما و هم از خانوادتون بابت اتفاقاتی که دیروز توی خواستگاری افتاد عذرخواهی کنم. خواهش میکنم، اصلا این ماجرا اینقدر مهم نبود که شما به خاطرش این همه راه و زحمت بکشید و تشریف بیارید. آخه لازم بود شما هم در جریان اصل ماجرا، چطوری بگم، گفتنش برام خیلی سخته. راحت بگید، اینجا جز من و شما کسی دیگه نیست. ببینید، بعد از اتفاقی که دیروز افتاد به شما حق میدم که توی تصمیمتون در مورد ازدواج با من تجدید نظر کنید. منم در این مورد اصراری ندارم، ولی لازمه که یک سری حقایق روشن بشه تا دوچار سوء تفاهم نشید. حتی اگه وسطی هم صورت بگیره لازمه که یک سری، متوجه منظورم میشین؟ کاملا میفهمم. واقعیت اینه که حرفای اون مرد، آقای لطفی، حرفایی که اون به شما زده واقعیت نداره. شما از کجا میدونید که چی گفته؟ خب حتما یه چیزی به شما گفته که اونجا با عصبانیت از خونه ما رفتید بیرون. خب بعدش من مفصل باهاش صحبت کردم. آقای لطفی؟ بله. مگه شما باز دیدینش؟ آقا سالون تمیز کردم، فقط مونده اتاق شما. نه لطفی جان، فعلا برو یه دستی سر گوش ماشین من بکش، بعدش هم اگه کارات تموم شد زودتر برو خونه. ضمن فردا ساعت 7 صبحم سر کارت باش. برو. چشم. این اینجا چی کار میکنه؟ این بنده خدا رو به خاطر کار شوهر خواهرتون از اداره اخراجش کردن، بیکار مونده بود. منم بهش گفتم اگه اصل واقعیت رو به هم بگه میذارمش سر کار، اونم گفت. امیدوارم اصل واقعیت رو دروغ نگفته باشه. نه راستشو گفت، همه چی رو. به خاطر همین آوردمش اینجا کار. ببینی مورد ازدواج اصلا برام مهم نیست، اما این برام مهمه که تصور شما راجع به من غلط نباشه. برای همین بهتون توصیه میکنم قبل از اینکه به حرفای من یا آقای لطفی اعتماد بکنید راجع به حرفای ایشون یه تحقیقی بکنید. حتما حتما، اصلا جز برنامه های امروزم بوده. باشه. خب اجازه میدی؟
خواهش میکنم، خیلی زحمت کشیدید. متشکرم، خداحافظ. آقا با هاچبکش از این وری رفت، گازشو بگیریم بهش رسیدیم. به کی؟ شهلا دیگه. شهلا خانوم، من با اون کاری ندارم. آدرس محل کار قبلی تو بده ببینم. آقا خیلی عصبانی بود، یه وقت کاری دست خوش نده. چرا باید این کارو بکنه؟ آخه ما تحویلش نگرفتیم، میگم شاید یه جورایی از دست. آدرس محل کار قبلی تو میدی یا میخوای تا فردا صبح حرف بزنی؟ چرا نمیدیم، یادداشت کنی. بده ببینم. شریعتی. بچه بودم نفهم بودم، بچه بودم نفهم بودم، جیم بودم ز مکتب، جیم بودم ز مکتب، نفهم بودم. ببخشید مزاحم شدم، آقای اشترخانی تشریف دارن؟ نه تشریف ندارن، آخر ما با پرونده یه سری بزن شاید بیان. ببخشید اتفاقی براشون افتاده خدایی نکرده؟ اتفاق؟ نه نه خیر، رفتن سفر خارج. اه کجا؟ سوریه، روسیه، کوبا، باکو، هر دو ساعت یه جا جلسه دارن بنده خدا. عجب، جلسه کاری دیگه؟ کاری، اداری، تجاری، مالی، هر کاری، سواری. خیلی خوب، حیف شد. حیف این اشترخانی ننمرده است که تموم خرمالی های این اداره رو دوششه. آخ، آقا دلم براش کبابه. حالا کار شما چی هست باش؟ والا کار من اداری نیست، شخصیه. شخصیه؟ بله بله. خب بفرمایید در چه ارتباطی؟ عرض کردم که خصوصیه، ببخشید مزاحمتون شدم. خواهش میکنم، ببخشید استاد، من میتونم کارشون رو انجام بدم ها، چون ممکنه حالا حالا نیان. ببخشید میتونم یه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ خواهش میکنم، شما میتونید یک ساعت وقت منو بگیرید، من بیکارم، کاری هم ندارم. بفرمایید بشینید. سرکار آقای سخایی هستم. من در خدمتتونم. والا چطوری براتون بگم، میخوام که این ماجرا کاملا بین خودمون سکرت سکرت بمونه. قطعا قضیه سیاسیه. نه خیر، سیاسی که چه عرض کنم، مربوط به خواهر زن ایشونه، خانم شهلا براتی. میشناسینشون؟ چیه؟ شما با خواهرزن ایشون چیکار داری آقای محترم؟ ببینید آقا، من فقط میخواستم یه تحقیق کوچولو راجع به ایشون بکنم. راجع به چیش؟ راست میگن که ایشون با آبدارچی این اداره قرار بوده که؟ نه خیر، راست نمیگن، هر کی هم گفته غلط کرده. تا ننداختم تو هلفتونی بفرمایید بریم. آقا یعنی چه؟ هلفتونی واسه چی؟ برای اینکه شوهر این خانم رئیس کلانتریه، اگه بفهمه ما پشت سر زنش همچین حرفای مزخرفی میزنیم هممونو میکشه. شوهر شهلا خانم؟ باز میگی شهلا خانم؟ همچی بذارم تو ملاجشا. خانم براتی، تا تلفن نزدم به شوهرش بفرما بیرون. یعنی چه؟ یلا برو بیرون. ببینید آقای عزیز، من قصد جسارت به شما رو نداشتم، ولی منم همچین بی غیرت نشدم که اجازه بدم خواهرزنم، البته خواهرزن همکارم، که دربارش اینجوری صحبت میشه. بفرما بیرون. یلا. رضا سخایی؟ مسعود خانیان. تو اینجا چی کار میکنی؟ یه ببینم. مخلصتم. الو، گوشی رو بده مامانت. درست صحبت کن بچه، ای بی ادب، واسه چی فحش میدی؟ الو الو، الو پرویز، قطع نکن. مزاحم کیه؟ منم، بابات. این فحشا چیه پشت تلفن میدی احمق؟ تو حتی به مزاحمین تلفنی هم نباید از این فحشا بدی احمق. گوشی رو زود بده مامانت. ده نصرت بجوم دیگه. الو نصرت جون. آره بابا من خوبم. ببینم، تو شخصی به نام سخایی میشناسی؟
ده عزیز من، اگر خواستگار شهلاست چرا من نباید بفهمم؟ چرا نباید به من بگید؟ آخه ناسلامتی، منم بشرم، منم انسانم مثلا. نمیشه، نه خیر. آخه با جناب کوچکتری گفتم، بزرگتری گفتم. هیچی، به ما نباید یک کلام بگی. هیچی، یه کورس امیدی هم که داشتیم برای گرفتن زمین همش به باد رفت. نه خیر، این داماد عزیزتون خرابکاری کرد، بنده خرابکاری نکردم. دیگه اینا رو نمیدونم، بعدم میام بهت میگم. به جون خودت مسعود، خیلی خوشحال شدم دیدمت. میگم که عجب دنیای کوچیکی ها. دنیای کوچیکی نیست، تو سایت سنگین شده. کجایی تو؟ قصهش مفصله، ایران نبودم. برای تحصیل چند سالی رفته بودم خارج از کشور. کی برگشتی؟ ای، یه 5 سالی میشه. یادش به خیر دوران دبیرستان. ولی عجب بی‌معرفتی هستی تو. نگفتی اینجا چیکار میکنی تو این اداره؟ اتفاقا من میخواستم از تو بپرسم. تو اینجا چیکار میکنی؟ کار میکنم اینجا. مشغولیم دیگه. آمارو تو از حمید موش داشتم. میگفت یه جای دیگه کار میکنی. این اداره چی بود؟ چه میدونم، هر 6 ماه ما توی یه اداره ایم دیگه. راستی از حمید چه خبر؟ زنده است هنوز؟ اتفاقا هفته پیش دیدمش. زنده و سر حال جون تو. به جون خودت رفته دبی، یه دفتر زده، کاروبارش سکه یه سکه است. برکلو، پس بین ماها وضع اون از همه بهتره. اونم که میگفت وضع تو از همه ما بهتره. اینقدر در میاد که اموراتمون بگذره. راستی نگفتی چیکار داری؟ بگم بچه‌ها وسط راه بندازن. دنبال یکی از دوستان میگشتم، گفتم شاید اینجا باشه. کی؟ تو ابراهیم صدری رو میشناختی؟ ابراهیم توپولو میگم. ابراهیم صدری؟ آره آره. نه اون اینجا نیست. اه؟ مطمئنی؟ نه سلامتی، معاون اداره ما. بابا معاون؟ رئیس کیه؟ یه بنده خدایی که... کی؟ همون اشترخانی؟ اشترخانی؟ اشترخانی حمالم نیست. چه برسه به رئیس؟ کجا میرین آقای اشترخانی؟ آقای خانیان یه کار فوری دارم. مهمون دارم. میشناسم مهمونشون و فامیلیمون و فامیلی نزدیکمونم هست. نمیشه. چرا نمیشه؟ همینو میخواستین؟ بفرمایید. این پرونده مال شماست، این پرونده مال منه. خب چی شده؟ هیچی. آقای معاون دستور دادن اینا رو برم از بایگانی بگیرم. گفتن اگه یک بار دیگه اینجا پیداتون بشه، هم منو از اینجا اخراج میکنه، هم شما رو. هیچ ناراحت نشید. من الان میرم درستش میکنم. بله، درسته. دست در نکنه قربان، تا زحمت کشیدی. رضا جون، نکاری ما رو ها. من کی تو رو کاشتم که این دومین بارش باشه؟ ای بابا. خیلی خب، آدرس هم که داری؟ آره آدرسو دارم. فقط قربونت برم، اون آدرسو به دست کسی نده، فقط پلو خودت باشه. قربان تو. شب ببینم ات. بله. آقای سخاوی. آقای عزیز، من که از شما عذرخواهی کردم. بله، شما نباید عذرخواهی کنید، این منم که باید عذرخواهی کنم. آقای عزیز، آقای سخایی، اختیار دارید قربونت برم. من اصلا به دل نگرفتم. شما حق دارید عصبانی بشید. عصبانی؟ من غلط بکنم عصبانی بشم؟ من خواستم فقط با شما شوخی کنم، ببینم اهل شوخی هستید یا نیستید. من منظورم همین بود. من اهل شوخی هستم یا نه؟ شما میخوای منو امتحان کنید؟ خود شعله خانم ازم خواست، گفت با جناق تو امتحان کن. با جناق؟ با جناق شما کی هست؟ شوهر شعله خانم. آهان، همون رئیس کلانتری رو میگید؟ نه خیر، گفتم که شوخیه. با جناق من شمایی. شوخی میفرمایید، ولی من که هنوز زن نگرفتم. میگیرم واسد، هول نشو. من نمیفهمم، متوجه نیستم شما چی دارید میگید. حقم دارید، من خود اشترخانیم. یعنی شما به من؟ دروغ نگفتم، گفتم که شوخیه. حالا بیا بریم تو اتاق من. نه نه نه، من الان 1000 تا کار دارم، تا شب گرفتارم. باشه تا بعد. امشب؟ مگه امشب نمیاد؟ کجا؟ خونه مسعود دیگه، افطاری. مگه شما هم دعوتید؟
ای با اجازه. ببینم شهلا خانم نام هستن؟ نه بابا نترس، من و مسعود و خودتیم. امشب میخواییم بعد از چند سال مجردی حال کنیم. ببینم مسعود آدرس خونهشو بهت داده یا باز گیج زده؟ نخیر آدرسو داد. آدرسو بده ببینم. این یکی رو شرمندم، گفته به کسی ندم. خب کار خوبی کرده، بنده خدا آدرسشون پایین مای ناز خجالت میکشه. خب شب میبینمت. باشه برو به سلامت، فقط آدرس مسعود دست برای بچه های اداره نیافته که در خونهشو از جا میکنن. باشه باشه حتما، شب دیر نکنی ها. خداحافظ. الو. سلام. به 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 شهلا خانوم، بابا خیلی حلال زاده ای. ببین همین الان ذکر خیرت بود. خودتو لوس نکن اشتر خانی. چرا انقدر عصبانی هر روز خانوم؟ باز پیش آقای سخایی خرابکاری کردی؟ خرابکاری؟ اگه خرابکاری میکردم که من شب مهمونی دعوت میکردن. مهمونی؟ خونه آقای خانی ها معاون ادارمونه. خب اگه واسه هیچ کس اومد نداشته واسه تو داشته؟ ببین شهلا خانوم، انقدر صحبتمون گل انداخت که اصلا من پاک فراموش کردم که ازش بخوام سفارش منو به آقای خانیان بکنه. سفارش تو بهش میکنم. بابا نمیدونی چقدر شیرین حرف بزنی. خیلی شیطونه شهلا، باور کن به خاطر همین شیطونش من اصلا یادم رفت آدرس بگیرم ازش. باز میخوای بری خرابکاری؟ نه بابا این حرفا چیه؟ آخه من آدرس من باید بگیرم برم دنبالش، از اونجا به اتفاق بریم خونه آقای خانیان. آره خب از خودش میگرفتی؟ تو مثل این که با آقای اشترخانی .com طرفی ها. بابا ما ناسلامتی اسم رسمی داریم. از اون بابت هم یه چیزی گفت من تحقیقامو کردم خیالم راحته. برای اینکه شما هم خیالتون راحت باشه میتونید بیاید برای تحقیق. تحقیق؟ ببین تا خیالت راحت باشه بابا، ما خواهرزن عزیزمونو بدون تحقیق بهش نمره میفرستیم. آره آره اون آدرسی بده بینی. خیلی خوب یادداشت کن. آقای سخایی، آقای سخایی، میگیرمت، میگیرمت. جونو من نامیدم نکن تو نگیری بینی. دستت درد نکنه، حق خاک حق نوکرت هم. بابا عجب گیجیه این. آی سخایی، کجا سرت اینو بز انداختی پایین میری؟ تو داری میری بالا، خونه خانیان پایینه. اصلا فکر کردی واسه خانیان ابن مرده آدرسشو به کسی نمیده؟ برای که خودش تو بیغوله زندگی میکنه. ماشینش که اینجاست، خودش کدوم گوریه؟
تو اومدی اینجا برای یللی تللری؟ اوه اوه عجب جاییه نصرت. خب منم اگه اینجا بودم ول نمی‌کردم برم تو اون چلغوز آباد، تو اون خونه خراب شده خانیا. این چیه؟ برجی به این بزرگی همش یه دونه زنگ داره؟ بابا عجب آدم های خصیصی هم. بفرمید. سلام علیکم، ببخشید پوزش میخوام. آقای سخایی مهمان حضرت عالی هست؟ کجا رو میخواییم شما؟ من جایی رو نمیخوام، من یه نفر رو، یه آقایی رو میخوام به نام آقای سخایی. شماره واحدشون رو لطفه؟ 123. کیه؟ منم پدر جان. بیا بالا بابا جان. بیام بالا چیکار کنم؟ اگه نمیخوای بیای بالا پس واسه چی زنگ میزنی؟ من با آقای سخایی کار دارم. سخایی کیه؟ مگه شما نیومدید سیفون خونه ما رو درست کنید؟ بیایید بالا آب خونه رو برداش نجاتمون بدید. ببخشید اشتباه شده، باشه فرصتی دیگه. باز چی شده؟ اشتباه بود قربونت برم. اومدی مردم آزاری؟ نه جونو شما، این حرفا چیه؟ بابا من اومدم اینجا با جناقم ببینم، شماره واحدش هم 231. این دیگه آخری شما. چشم. کیه؟ آقای سخایی؟ سخایی کیه؟ ببخشید اشتباه شده. بیجا کردی زنگ زدی مردم آزار؟ مردم آزار خودتی و جد آبادت. دستتو بکش. کشیدم درست حب بزن. اوهوی اگه مردی وایسه تا بیام پایین درست حسابی باز صحبت کنم. مثلا بیای پایین چه غلطی میکنی؟ اقدس اون زامندار بردار بیار ببینم. نه نه اقدس خانوم نه یا ریا نه یا. ای خدا بکشتت سخایی، ده بیا بیرون از این برج بیستا، نیم ساعت دیگه افطاره. یه تو الانش هم را بیفتی بدبخت، سحری میرسی جنوب شهر. تو حقت داماد آقا بزرگ بشی تا روز یه فصل حسابی بزنتت تا آدم شی. حالا خب بدبخت خانیان انقدر سفارشی هست که به موقع بری. خونه امید نه، بگو برج امید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت 30 تا. صبور باشی جانم، من خودم علی رغم اینکه تو جنوب شهر مستأجرم اما اسمم رو جز واجدین شرایط قرعه کشی زمین ها نذاشتم. یک پدری ازت دررم خانیان که مثل خر توش بمونی.